دوستان عزیز، خوش آمدید به اکادمی بود پنجم. متاسفانه به خاطر اینکه برق منطقه رفته بود، مجبور شدیم که یک ساعت دیرتر برنامه‌مون رو اجرا کنیم به خاطر اینترنت. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز. لایو از مکزیکو برای شما داریم برنامه‌مون رو می‌ذاریم و سوژه امروز، اون مطلبی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، چطوری و چگونه در مرکز خود آدم بمونه و عکس العمل نشون نده. پرابلمی که به طور کلی بیشتر مردم دنیا دارن اینه که باور میکنن و این دنیا واقعیه و همیشه در حالت عکس العمل به این دنیا ما هستیم. یه اتفاقای بیرونی میفته و ما بهش عکس العمل نشون میدیم. یا مثلا سر کارمون هستیم و رئیسمون میاد به اونیه که تو کارت خوب نیست و تنبلی یا کارت انجام نمیدی یا هرچی، آدم عکس العمل نشون میده. در منزل آدم با همسرش برخورد میکنه و ممکنه اون یه چیزی با آدم بگه و آدم عکس العمل بهش نشون میده. در دنیا میبینیم که اتفاقات دائم میفته، جنگ میشه یا اتفاقات گوناگون میفته یا اکانومی ها یعنی اقتصاد ها میفتن، بورس میفته، تمام اتفاقات گوناگون میفته و ما دائم در حال عکس العمل انجام دادن هستیم. و اون spiritual warrior یعنی اون جنگجو عرفانی در یاد گرفته که توی مرکز خودش بمونه، یعنی به مطالبی که بیرون از خودش اتفاق میفته، این برنامه‌ای که دائم در این دنیا، چون این داره هی میچرخه مثل یک چرخه و دائم یک اتفاقی درش میفته و چون در تضاد وجود داره یا دائم داره خودش رو بلنس میکنه، یعنی یه جایی ممکن اتفاقای خوبی بیفته بعد اتفاقای بدی بیفته. ما اون جنگجوی عرفانی یاد گرفته بیاد توی مرکز خودش بمونه و به این اتفاقایی که داره میفته عکس العمل نشون نمیده و برای خیلی ها خیلی مشکل اینو درک کردن. و ولی این باید برای کسی که میخواد خودشو آزاد کنه از این چرخ، آزاد کنه از این اسارت، مجبوره که یک قسمتی از راه اینه که یاد بگیره که چجوری سنتر توی مرکز خودش بمونه. یعنی هر اتفاقی که میفته تمرین کنه که بهش عکس العمل نشون نده. حالا هر اتفاقی هست و اگر عکس العملی هم نشون میده، این عکس العمل از یک حوزه واحد سکوت میاد، نه از ذهن، چون ذهن فورا میخواد خیلی احساساتی میشه، میخواد بپره وسط خیابون و این کار رو بکنه و اون کار رو بکنه و بزنه و بکوب و بکش و انتقام بگیر و تمام این کارا رو بکنه و ultimately آدم خودشو توی دردسر میندازه و به اینجا هم نمیرسه. این راهش نیست. راهش اینه که یاد بگیریم ما توی سکوت و stillness، یعنی stillness یعنی این جایی که ثبات داره و اونجا رو پیدا کنه درون خودش و از اینجا نیاد بیرون. حالا هر اتفاقی، چون مثل این یه پنجلمه، از این ور ای سوینگ میکنه به اون طرف، دوباره برمیگرده میاد اینجا. یه روزی همه چی خیلی خوبه،
بعد یه همه چی به هم میریزه، بعد دوباره بر میگرده. اینو وقتی که این پنجلمه که داره اتفاق میفته اینجوری میچرخه، یک نقطه اون وسط هست که اون نقطه در حرکت نیست، اون ثابته. برای همینه که تمام مسترهایی که تا به حال توی این لایف زندگی اومدن و رفتن، اینا همه این قسمت رو درون خودشون پیدا کردن. یعنی این اثبات، این پوینتی، این نقطه‌ای که درون خود ما هست که اگر ما توجهمون رو برگردونیم به این نقطه، به اینجا، و کنک کنه آدم با اینجا و از اینجا نیاد بیرون، اون وقت میبینه که این اتفاقهایی که داره در دنیای بیرون میفته، اینا مثل یک فیلم میشه. یعنی شما انگار رفتین سینما، دارین یه فیلمی رو نگاه میکنین و توی این فیلم خیلی اتفاقات میفته، ولی وقتی که فیلم تموم شد، سینما تموم شد، دو ساعت بعدش آدم از اینجا چراغا روشن میشه و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نه کسی کشته شده، نه جنگی بوده، نه هواپیمایی کرش کرده، نه هیچ کس قلبش نشکسته، هیچ کس هیچ کس نکشته، از این اتفاقات نیفتاده، همش توی مووی بوده. اینم یه موویه، مووی زندگی، و همیشه اینجوری خواهد بود، همیشه بالا پایین داره و هر کار ما بکنیم نمیتونیم اینو درستش بکنیم. اصلا این کره که آدم وقتی به دنیا میاد اینجا، این یک مدرسه است، این یه مدرسه آمادگیه برای بیداری. مدرسه رو ما نمیخوایم از بین ببریم. این یک مثل شما دارین step by step، یعنی پله ها رو آدم میره بالا، اینم یکی از اون پله هاست که یعنی آخرین، تقریبا آخرین پله ایه که قبل از بیداری آدم میاد به اینجا. یه جای خیلی آسونی نیست، جای تافیه. یعنی به این بود اومدن جای خیلی مشکلیه، و اینو با این ریکوایرمنتش اینه که برای اینکه این آدم غلبه بکنه و به بیداری برسه و آزاد بشه از این اسارت، اینه که باید این نقطه رو در راه خودش پیدا کنه، ساکت شه و کانکت کنه به این نقطه، مثل بودا تو این پوینت، و از اینجا بیرون نمیاد. این وصل میشه به هفته پیش که ما داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که به خاطر اینکه دنیا خیلی سریع شده و اطلاعات خیلی سریع فرستاده میشه و back and forth میره، به خاطر این تکنولوژی که الان ما داریم، همه چی خیلی خیلی تان شده، ذهنا خیلی خیلی تان شدن، و به خاطر این تمرکز از بین رفته و خیلی سخته که تمرکز کرد و توی سنتر خودمون بمونیم، و این یه پروبلمه. یکی از راهاش اینه که من یادمه که استاد ما پونجاجی، پاپاجی، همیشه میگفت که دنیایی که به نظر میاد واقعیه، خودش از خودش تکر میکنه، خودش به خودش میرسه. و خیلی خوب یادمه که اون وقتا هر یک ماه، دو ماه یک دفعه استاد میگفت که من دارم میرم پایین شهر، میرفت دیدن دوستاش، بعد روزنامه میخرید و یه روزنامه میخوند، میخواست، میگفت که میخوام ببینم که توی دنیا چه خبره، توی سامسارا، یعنی این دنیای تخیلی، دنیایی که واقعی نیست،
میخوام ببینم چه اتفاقی داره میفته. این یعنی فور فان این کار رو میکرد، برای اینکه درون خودش دنیای واقعی رو پیدا کرده بود و همیشه ساکت بود و اثبات داشت، یعنی حرکت توش نبود. ولی every once in a while میرفت که برای فان ببینه که چه خبره، چه اتفاقی تو دنیا، این دنیا داره میفته. حالا مسابقه فوتبال بود یا مسابقه نمیم کریکت بود یا یه جنگ بود یا نمیم خوشسالی بود، هر چی که داستان بود اون داستان روز بود یا داستان هفته بود یا داستان ماه بود. برای همینه که ما از استادمون یاد گرفتیم که به یکی از راه‌هایی که خودشو آدم آزاد کنه این بود که به اخبار گوش نده. اصلا یعنی این جنگجوی عرفانی یکی از کاراش اینه که تو خودش بره و برای خودش زمان بذاره و بره مثلا تو طبیعت، تو طبیعت تنها باشه یا مدیتیشن میکنه یا کوه نوردی میکنه. به هر صورتی تو طبیعت هست، این خودش رو دیسکانکت میکنه، یعنی قطع میکنه با دنیای بیرون. چرا؟ چون دنیای بیرون، الان شما اگه اخبار رو گوش بدین چیز خوبیش وقت دوش نیست. هیچ وقت نمیان بگن که 10,000 نفر با هم رفتن نشستن مدیتیشن کردن یا یه عده خیرخواه رفتن مثلا کمک کردن به دیگران. همیشه راجع به بدی و چه اتفاقایی در دنیا افتاده و میفته، یعنی اخبار فقط انگزایتی و استرس کارش اینه که هی این ذهن رو مخشوش کنه و فعال کنه، ذهن رو آروم نمی کنه. برای همینه که یکی از اونایی که تو این راه هستن و میخوان برسن باید این دیسیپلین رو در خودشون درست کنن که به دنیای بیرونی توجه نکنن، به اخبار مثلا گوش ندن، به اینکه چه خبره کجا چه اتفاق میفته هیچ، یعنی میشنوه از این گوش، میشنوه از این گوش میاد بیرون، اصلا بهش عکس العمل نشون نمیده. این یه قسمتی از این راه و یکی از قسمت‌های خیلی مهمشه که عکس العمل نشون نده و برگرده تو خودش توی سنترش. و الان با هم دیگه میخوایم برگردیم به این جا، یعنی ما قطع کنیم این ارتباطو با دنیای بیرون که دائم داره بالا پایین میره و برگرده به درون خود و برگرده به این جایی که عشق واقعی وجود داره و خود خدا اینجاست. و وقتی که آدم برمیگرده به این نقطه، بعد یهو همه چی خیلی آروم میشه، یعنی یعنی این جنریتره که دائم داره همجور میچرخه و اخبار میده، ذهن رو هی مخشوش میکنه و فعال میکنه، اینو ساکت میکنه که برمیگردونه اینجا. و در اینجاست که آدم میبینه که عشق واقعی و او همیشه اینجاست، جای دیگری نیست. و در این پوینتی که ما برمیگردیم هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ برنامه‌ای نیست، هیچ مشکلی وجود نداره، همه چی خیلی ساکته، سکوت کامله. الان با هم دیگه ما توجهمونو از دنیای بیرون میچرخونیم و میاریم به درون. ها
حالا این خیلی آسونه، اگه شما به ذهنتون نگاه کنید، افکارتون رو نگاه کنید و اینا مثل اینکه این نخ داره، این افکار که داره همینجور میگذره، اینا رو دونه دونه آدم میره دنبالش به درون، بعد همینجور که میره به درون به که از کجا این افکار داره میاد، شما دارین میبینین درونی، بعد یهو میبینین که به سکوت میرسه، یعنی هیچ خبری نیست. الان اینجا ما توجهمون رو برمیگردونیم به درون خودمون توجه میره به درون بعد همه چی خیلی خیلی ساکت میشه، هیچ خبری نیست.
همینطور که ملاحظه میکنین بر مرکز خود وقتی آدم برمیگرده به اینجا هیچ خبری نیست، ساکت ساکته، آرامش کامل، چون ذهن از این دنیا قطع کرده خودشو، دیسکانکت کرده و برگشته، شخص برگشته به درون خود و درون خودش خیلی ساکته، هیچ خبری نیست، در حوزه واحد درونی هیچ خبری نیست، یعنی در وارد میشه تو بعد پنجم. در بعد پنجم تضاد وجود نداره، فقط یگانگیه. یعنی حتی یک کسی هم اونجا نیست که بگه که من در یگانگی هستم، فقط هستیه و در این هستی هیچ داستانی وجود نداره. ولی اون لحظه ای که آدم از اینجا میاد بیرون و میاد توی دنیا، دنیا پر از داستانه، هزاران داستان گوناگونه که این مثل یک پنجلمه. پنجلم و فارسیش نمیدونم چیه، مثل این داره هی حرکت میکنه به این صورت. این پنجلمه در فوکا پوینتش، یعنی در این نقطه‌ای که هست، اینجا هیچ حرکت نداره، بقیهشه که داره حرکت میکنه. در این نقطه اینا اگه توجه کنین وسطش حرکت نداره، یه سنترشه، بقیهش در حرکت سوینگ میکنه. یعنی از این هرچی پایین تر آدم بره این سوینگش قوی تره، هرچی آدم میاد بالاتر این سوینگش کمتر میشه، تا اینکه در مرکز، در مرکزش هیچ حرکتی وجود نداره، یعنی هیچ خبری نیست، هیچی نیست. و این اون جاییه که ما میخوایم پیداش کنیم درون خودمون و کانکت کنیم باش و در اون رابطه پیدا کردن باش شعف میاد، یعنی سلف لاو، یعنی عشق واقعی حضور خودش رو نشون میده و در اون لحظه است که آدم میفهمه که هیچ خبری نیست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نمیفته، همه چی در سنتر یعنی مرکز خود، همه چی خیلی ساکت و آرومه، در آرامشه. و تا این جا رو آدم در خودش پیدا نکنه همیشه گرفتار دنیاست و اتفاقات دنیا و خبرهایی که در دنیا هست و خبرهای شخصی و گرفتار اوناست. مثلا یه روزی شما میرین دکتر، آزمایشایی میکنین و بهتون میگن که باید دوباره برگرد، بعد این ذهنه شروع میکنه به فعال شدن، بعد آدم برمیگرده میره سراغ دکترش و بهش میگن متاسفانه ما آزمایشاتون اومده و شما سرطان داریم و خیلی هم سرطان بدیه، و خیلی ها میان خونه یا گریه زاری میکنن یا فریاد میکشن یا هرچی، یا یعنی خیلی درگیر داستان میشن. اگه یه کسی که بیداری رسیده هیچ عکس العملی نشون نمیده، یعنی به هم میگرده خونهش و انگار نه انگار هیچ اتفاقی افتاده. ولی اونی که ایدنتیفای میکنه، یعنی هویتش با دنیای بیرون یکی شده و دنیای بیرون رو باور میکنه، دیگه یو کراش میکنه، میفته. حالا بعد یه هفته بعد از مطب آقای دکتر، خانم دکتر زنگ زن میگن که لطفا برگرد، وقت طرف برمیگرده اونجا بهش میگن ما اشتباه کردیم، این
مثلا تشابه اسمی بوده یا یه اشتباهی افتاده و از شما اصلا سرطان نداری. یعنی تمام اون یک هفته یا دو هفته که این آدم داشت زجر میکشید و فکر میکنه که دیگه زندگیش تمومه یا بالا پایین میپرید یا کلش رو به دیوار میکوبید یا گریه میکرد یا فریاد میکشید یا هرچی بود، بی خودی بود، چون هیچ سرطانی در کار نبود و یه اشتباه بود. این اونی که رسیده و اونی که پیشرفته است هیچ وقت عکس العمل نشون نمیده به این داستان ها، به این خبر ها، توی سنترش میمونه. همینجوری هم خیلی وقت پیش میاد که مثلا پارتنر آدم میاد میگه که من دیگه تو رو دوست ندارم، نمیخوام با تو باشم و حالا هرچی. این اتفاق دائم میفته تو دنیا بین زوجها و میخوان از هم جدا بشن. شاید یکی آمادگی نداره، فکر میکنه که همه چی بینشون خیلی خوبه، ولی اون یکی یا خسته شده یا به هر دلیلی دیگه نمیخواد، یا با یکی دیگه دوست شده، یا هرچی. داستانش یه میلیون داستانهای گوناگون وجود داره، حالا داستانش چیه مهم نیست. باز دوباره این اتفاق میفته، طرف میخواد بزنه و بکشه و خودکشی کنه، فریاد بکشه و گریه کنه، در صورتی که اونی که ادوانس شده، یعنی پیشرفته است، توی مرکز خودش میمونه. یعنی عکس العمل نشون نمیده. و ما الان با خاطر اینکه این ذهن خیلی فعال و بیزیه، دائم اگه نگاه کنیم به زندگی خودمون در حال عکس العمل نشون دادنی، دائم به هر اتفاقی که از خارج خود آدم میفته ما خیلی انوالوش میشیم و درگیرش میشیم و عکس العمل نشون میدیم، در صورتی که اونایی که پیش رفتن یا میخوان پیش رفته بشن باید یاد بگیرن که این مرکز رو پیدا کنن و ایدنتیفای کنن با اونجا، یعنی اون بشه هویتشون. stillness یعنی اثبات، یعنی حرکت نداره اینجا، با اون نقطه برمیگرده آدم، با اون نقطه کانکت میکنه، ذهن آروم میشه و بعد این شعف خودش رو نشون میده، چون همیشه اینجاست. دوستان عزیز، امیدوارم که این بهتون کمک بکنه و کمک کرده باشه. این صحبت ها ما هفته دیگه برنامه یه تور اروپا داریم که از نروژ به لهستان و به آلمان خواهد بود، و سه هفته آینده اگر بشه توی یه روز وقت کنم و آزاد باشم براتون لایف میرم، ولی معمولا خیلی مشکله که وقتی که توی تور هستم لایف برم. البته براتون پست میکنیم و ویدیو میگیریم از برنامه های گوناگون. از متشکرم از کمک، از تمام این کامنت هایی که دادین هفته پیش، خیلی ممنونم از اینکه شیر میکنین با دوستان دیگران. ازتون خیلی متشکرم، خیلی لطف داریم، خیلی محبت میکنیم. انشالله در آینده نزدیک یک موقعی تو نوامبر حدود یه ماهی دیگه میتونم براتون برنامه یه ورکشاپی بذاریم که آنلاین بتونیم هم دیگه در این ورکشاپ همه باشیم و دیگه بتونیم هم دیگه صحبت کنیم و کانکت کنیم. هر جا که هستیم براتون عشق میفرستم، نور میفرستم. یک بار دیگه با هم دیگه در سکوت بشینیم و اجازه بدیم که این قدرت، این قدرت شفایی که اینجا هست، این قدرت شفایی که
به هیچ کس تعلق نداره، واقعا انرژی کیهانیه که اینجاست، همیشه اینجا بوده و اجازه بدیم که او یا این همه رو شفا بده، تمام دلها رو شفا بده و یاد بندازه همه رو، یادمون دوباره بیاد که ما از کجا آمدیم، اینجا چیکار میکنیم و قدرت خودمون رو دوباره پیدا کنیم، یعنی عشق درونی رو پیدا کنیم که اینجاست، چیزی نیست که از بیرون به دست میاد. این عشقی که وجود داره از خود میاد و همیشه اینجا بوده، منتها خب ما کاندیشن شدیم که فکر کنیم که این یک چیزیه که باید از بیرون به دست بیاریم و وقتی از دستش میدیم یعنی یه اتفاق میفته و ما اینو داریم پروژکتش میکنیم روی شیعی، فکر کنیم که این شیع رو ما به دست آوردیم و این عشق رو آورده برای ما، در صورتی که همچی چیزی نیست، همیشه این درون خودمونه، اینجاست، من هیچ وقت نمیشه دستش داد، برای اینکه این طبیعت ماست، از اینجا ما اومدیم، اینجا همیشه هستیم و به اینجا هم برمیگردیم. برای همینه که تنها کاری که باید کرد اینه که ما یاد بگیریم سکوت درونی رو، و برای اینکه سکوت درونی رو پیدا کنیم باید با دنیای خارج، با داستانهاش و با این خبرها خودمون رو دیسکانکت کنیم، قطع کنیم، قطع رابطه کنیم با داستانها، با خبرها. و یا مثلا میگیم که آدم یه جایی میره گاسپ میکنن، یعنی مثلا پشت سر یه کسی یه عده دوستانه حرف بزنن، وارد این حرف آدم نشه، اونجا هست ولی واردش نمیشه، یا دنبال دوستایی میگرده که اونا دوستایی هم که توی قلبشون هم دوستای عرفانی هم، نه توی ذهنشون که دارن دائم راجع به بیزنس میخوان صحبت کنن، راجع به اقتصاد، راجع به سیاست، راجع به این، از این یعنی صحبتهای دنیایی دائم، و اونایی که نزدیک شدن و احساس میکنن وجود او رو در اون خودشون، این هم فهمیدن که با صحبت‌های دنیایی یعنی براشون جالب نیست، حوصله‌شون سر میره که صحبت‌های دنیایی و صحبت‌های ذهن، یعنی ذهن‌های بیزی مخشوش، و خودشون رو یواش یواش دیسکانکتد کردن، یعنی سوا کردن از این صحبت ها و نمیذارن ذهنشون فعال بشه و برمیگردن به سکوت درونی و به این و به وجود او که درون خود ما هست، از اونجا نیروشون رو میگیرن، با او در رابطن و این باتری های آدم رو پر میکنه و راه و آدم نشون میده برای اینکه همیشه اینجا هست. راه دور برای همه عشق و نور میفرستم، امیدوارم که هر جایی که هستیم و هر کاری میکنیم شاد و شاداب باشیم. خیلی متشکرم که به لایو من امروز اومدیم و متشکرم که شیر میکنیم و کامنتاتونم، کامنتای قشنگتون رو میگیرم. به امید دیدار.